Bismillahir Rahman Rahim. Jalalat Maab, Dr. Saab Muhtaram, Dr. Saab Abdullah, Rais Saab Ijraya. Jalalat Maab, Wazir Saab Mustafa Masur, Wazir Saab Wazarat Iqtisad. Dr. Saab Muhtaram Yusufi Saab. Hazirin dar majlis, numayindegan jamiye madani, numayindegan muhtaram nahadhay akademik. Subh hame shoma bakhair. با در نظر داشت مدت زمانی کوشش میکنیم که مختصر صحبت کنیم. برماندگی از واحد تحقیق ارزیابی افغانستان میخوایم بگویم که افتخار بزرگ است بر ما در همکاری با پانتون محترم کاتب و اعضای رهبری میشان که امروز در گفتمان پیرامون نقش پانتون ها و نهادهای تعلیمی و اکادمیک در عرصه تحقیق در رابطه با اهداف انکشافی پایدار در این صحبت و گفتگو اشتراک میکنیم. ما واقعا افتخار داریم که به مثابه یک نهاد مستقل تحقیقاتی در افغانستان موفق شدیم تفاهم نامه های را با نهادهای مختلف از جمله نهاد محترم تعلیمی کاتب هم به امضا برسانیم که در نتیجه از او در ابتکارات بزرگ چون ابتکار امروزی بتانیم مشترکاً کار بکنیم. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان چنان که ممکن برای اکثر شما معلوم باشه یک نهاد تحقیقاتی مستقل و بی‌طرف تحقیقاتی هست که در کابل مستقر هست و از سال 2002 به این طرف فعالیت‌های داشته. هدف و رویای نهاد واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان افغانستان هست که تصامیم در رابطه با پالیسی‌ها در آن مبتنی بر شواهد، بحث‌های آزاد و آگاهی‌های عامه و شواهدی که به خصوص از وضعیت عینی کشور می استوار باشند. هدف و ماموریت اداره ما مشخصا انجام پژوهش های با کیفیت و مربوط به پالیسی و انتشار فعالانه نتایج آن با شرکای آگاهی دهی پالیسی و عمل می باشد و همچنان کمک به ترویج فرهنگ تحقیق و مطالعه و مخصوصا تولید دانش می باشد. اداره ما به مثابه یک منبع مهم معلوماتی با کیفیت معیاری یکی از منابع اصلی تحقیق پیرامون افغانستان برای کارشناسان مراکز علمی بوده و به عنوان یک اداره تحقیقاتی قابل اعتماد و مستقل و پژوهش دقیقی که انجام داده به موقع و قابل توجه و مبتنی بر شواهد شهرت خوب را به دست آورده که هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی ما افتخار داریم که نام افغانستان در قسمت تحقیقات مبتنی بر شواهد به دنیا شناختیم، مخصوصا شناسایی را که ما میگیریم در این شرایطی که در افغانستان مشکلات گسترده وجود داره. همکارای تحقیقاتی ما در ساحات مختلف، ساحات جنگی و غیر جنگی رفتن و با جمع‌آوری معلومات و شواهد تانستن که تحلیل دقیق را از اوضاع همیشه ارائه کنند. اداره ما با استفاده از متدها و روشهای علمی و تحقیقاتی همیشه مصمم بوده که در راستای یک نظام قانونمند و مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک از طریق ارائه تحقیقات که انجام میتیم فعالیت داشته باشند و فعالیت های اداره واحد تحقیق ارزیابی افغانستان های اجتماعی و معیشت، حکومت داری و اقتصاد سیاسی، تحقیقات حقوقی و بازنگری از قانون اساسی و همچنان مطالعه مهاجرت ها و همکاری های منطقوی بودند. اهداف به خاطر ذکر می کنم که یا فعالیت های خود به خاطر ذکر می کنم که روی از این موضوعات متمرکز هست که چنان که ما امروز روی اهداف انکشافی پایدار صحبت می کنیم، نیاز به این هست که هر اداره و نهادی که در بخش های مختلف کار می کنن، قسمی که جناب وزیر صاحب قبلا هم فرمودن، این اهداف بسیار گسترده هست و تمام موضوعات زندگی اجتماعی، زندگی اقتصادی ما را در بر میگیره. به او خاطر خوشبختانه میتونم بگویم که در پلان استراتژیک اداره واحد تحقیق ارزیابی افغانستان هم به این اصل تاکید شده که در کنار تحقیقات مشخص در ساحات مختلف ما فعالیت ها و مطالعات را در حقیقت انجام میدیم در همکاری و هماهنگی با ادارات محترم دولتی که عمدتاً مسئولیت زیر دارند، به خصوص وزارت محترم اقتصاد، کمیته های اجرایی که در رابطه با اهداف انکشافی پایدار کار میکنند،
تایی که ما بتانیم همکارای دولتی خود از طریق تحلیل هایی که بر بنیاد شواهد ارائه می سازیم کمک کرده باشیم. فقر و بیوزلی تا پای تکی خودل دلوگی سر مبارزی روغتیایی اسانتیاوی تلس رسی خوونه و روزنه پلوار کیفیت سر د خزو او نارینه و ترمنز برابری پاکی اوبو او ارزان انرژی تا لسرسی د کار او خاید لستر اوړل د دې هدف یو برخه دی. مونږ دا مهمه ده چې دې باندې هم تاکید وکړو چې د دغه اهدافو تر رسیدلو لپاره دې ته اړتیا لیدل کیږي چې د په هره برخه کې چې دغه اهداف تعین شوي دي په دغه برخو کې څېړنې وشي، مطالعه وشي، تر څو زموږ دولتي همکاران خپل هغه برنامه‌ریزي او خپل هغه پروګرامونه د دې په اساس د افغانستان د عیني شرایط په اساس وټاکي. په دغه برخه کې د خوشحالۍ ځای ده چې زموږ اداره یا د افغانستان د ارزونې او څېړنې اداره یو څه مطالعات یې ترسره کړي دي. البته تر اوسه هم موږ په دې جریان کې یو او دا مطالعات تکمیل نه دي چې نشر شي، خو انشاءالله چې نږدې راتلونکي کې به د نشر په برخه کې کار وکړو. مګر بیا هم د تاکید سره ویلی شم چې زموږ د مطالعې په اساس کوم خبرې چې جناب وزیر صاحب وکړلې، د وزیر صاحب د اقتصاد محترم مستور صاحب د الاینمنت یا د همترازۍ که ورته ووایو، په دغه برخه کې افغانستان ډېر ښه پرمختګ یې درلودلی دی. لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې ان پی پیز لرو یا ملي لومړیتوب پروګرامونه لرو، د دغه ارتباط د انکشافي اهدافو په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي دي، یعنی د ملي په سطحه کې. بله اساسي برخه چې جناب وزیر صاحب هم ورته اشاره وکړله، او هغه لوکلایزیشن دی یا محلي کول یا بومي کول د دې دی چې په هر محل او په هر ولایت یا حتی ولسوالۍ په کچه کې چې کوم فعالیتونه په دې ټولو برخو کې کیږي، د دې ارتباط هم د د ملي پروګرامونو برنامو او په حقیقت کې د راپوردهي یا گزارشدهي په برخه کې ورباندې کار وشي. دغه برخه کې اوس هم ستونزې شته دي، او ښایي په دې راتلونکي کلونو کې ورباندې د زیاتو پاملرنو ضرورت ولیدل شي. په دې چې د انکشافي اهدافو لپاره داسې خاص کوم منابع نظر کې نه دي نیول شوي، بلکې دلته ټول بحث شده یو تخنیکی بحث ده، و هغه تخنیکی بحث ده دی چې څنګه موږ خپل هغه روزمره کارونه او فعالیتونه چې کوو، کوم برنامې چې ټاکو، کوم لومړیتوبونه چې ټاکو، هغه څنګه د دې اهدافو سره داسې په رابطه راوړو چې وکولی شو چې دنیا ته یا ملل متحد ته په آخره کې په دې برخه کې راپور ورکړو. نو دغه برخه کې ښایي څه نور هم پرمختګونه شوي وي په د کوم وخت نه چې موږ څېړنې کړې وو، لیکن ضرورت ورته زیاتر لیدل کیږي، او هغه یو ډېره لویه او پراخه او مشترکه کار غواړي د ټولو چارواکو له طرفه. موږ یو بل برخه ته هم پاملرنه کړې چې هغه شپاړلسم هدف دی. په دې اهدافو کې ډېر مختصر د مشرانو په اجازه به ورته اشاره وکم. هغه شپاړلسم هدف دی، دوستای محترم، هدف 16 هم که است در رابطه با صلح، عدالت و نهادهای قوی صحبت میکنن. مشکلاتی که بسیار در افغانستان امروز همگی ما و شما با او سردوچار هستیم، عدم موجودیت صلح، مشکلات در عرصه دسترسی به عدالت و همچنان نهادهای قوی. ما یک اشاره را البته باید یادآوری بکنم که تفصیل مفصل از زیر باز در بحث‌های بعدی همکارم آقای قیوم سروش خواد کردن در پنل ها، ولی اینجا اگر مختصر به گونه مثال بهش اشاره بکنم، در هدف 16 در سطح جهانی دو شاخص مشخص در نظر گرفته شده که یکی انتقال غیر قانونی پول هست که یک شاخص هست که به اساس از او میشه اندازه‌گیری شود که چقدر در این رابطه کارهای شده، و یکی انتقال اسلحه هست که چه قسم اسلحه به صورت غیر قانونی هم چمیر شاخص های بسیار کلی از این میگیم. اشاره ما به مسابه یک نهاد تحقیقاتی که در سطح افغانستان کار میکنه به این موضوعی است که ما نیاز داریم که روی موضوعی بسیار بزرگی که در افغانستان با او یا معضل بزرگی که در افغانستان با او مواجه هستیم و او موجودیت متاسفانه
موجودیت اقتصاد نامشروع است روی ازو ما باید کار بکنیم و این موضوع را در نظر بگیریم. ما بسیار مختصر مثال‌های را از یکی از مطالعات که اداره واحد تحقیق ارزیابی افغانستان انجام داده خدمت شما عرض می‌کنم. به طور مثال یکی از مثال‌های اقتصاد نامشروع یا موجودیت یا قوت گرفتن اقتصاد نامشروع در افغانستان موضوع تولید و پروسس هیروئین هست، کشت خاشخاش. ارزش کشت خاشخاش در افغانستان 863 میلیون دلار تخمین شده بر اساس مطالعاتی که داریم انجام داده. بیشتر از نیم میلیون مردم به کار واداشته شده از طریق عمیق منبع اقتصادی که مشروع نیست، قانونی نیست. بیشتر از 263 هزار هکتار زمین مورد استفاده قرار میگیره و همچنان 10% جی دی پی ما را در حقیقت یا عاید سرانه ما را امی اقتصاد به حساب پاپیامی خاشخاش و باز بالاخره به هیروین که میرسه این میسازه. و با تاسف که نیروهای ضد دولت یکی از منابع مهمشان امی موضوع هست و حتی ممکن قدرت های در داخل ساختار هم وجود داشته باشه که از این به شکل از اشکال منفعت های میبرن. دوستای محترم، ارائه از این مثال به این هدف است که وقت ما میخواییم به اهداف انکشافی پایدار برسیم، ما باید بر بنیاد حقایق و شواهد که در جامعه ما وجود داره حرکت بکنیم. اگر نکنیم، امو است که ما 2030 را من حیث یک تارگت پیش خود داریم و نمیتونیم که به او تارگت یا او هدف برسیم. میفهمیم که من حیث یک کشور که انوز هم متاسفانه در حال جنگ و منازعه هست، چالش های بزرگ در پیش روی ما وجود داره. ولی با اکنالج کردن یا در حقیقت با پذیرفتن از این حقیقت تلخی که وجود داره، ما امکانات از این داریم که ادارات محترمی مثل ادارات UNDP و امثال از اونا را متوجه از این حقیقت بسازیم که توقعات را که در راستای پیشرفت در قسمت اهداف انکشاف پایدار در از افغانستان دارن بسیار به شکل مساویانه با توقعاتی که مثلا از انگلستان و فرانسه و یک سلسله کشورهای دیگه مثلا کشورهای اسکاندیناوی امثال از او است نداشته باشن. یک معضل دیگه بین المللی از این رسیدگی به این اهداف است. و در نهایت میخوایم بگویم که باز هم تاکید میکنم که ابتکار پانتون محترم کاتب یک ابتکار خیلی بزرگ و ارزنده هست. نیاز بسیار اشدی دیده میشه که نهادهای اکادمیک در افغانستان و نهادهای تحقیقاتی مثل نهادی که خودم از او رهبری میکنم یا نمایندگی میکنم، ما به صورت مشترک همکارای خود در دولت کمک بکنیم که تا از طریق تحقیقات و مطالعات گسترده اینا بتوانن نظر به شرایط و وضعیت فعلی افغانستان در راستای تعیین امی اهداف و تحقق از امی اهداف در حقیقت کار بیشتر بکنن. تفصیل بیشتر در رابطه با مطالعاتی که ما انجام دادیم همکارای ما بعداً خدمت شما ارائه خواهد کردن. از توجه همگی تشکر میکنم و امیدوار هستم که یک روز پر از موفقیت داشته باشید. تشکر.